نارضایتی و خشم انباشته در جامعه خودش رو در اعتراضات روزافزون و ادامه یابنده جوانها و مردم ناراضی نشون میده. آذر ماه امسال هم فرصتی بود برای اعتراض و قیام. اعتراض جوانها و مردم که بیانگر خشم فروخورده اونهاست در آذر ماه به نسبت ماه آبان افزایش 5% داشت. 229 حرکت اعتراضی در آذر ماه ثبت شده. البته بسیار روشنه که خیلی از خبرهای اعتراضی از دیوار سانسور و اختناق عبور نمی‌کنه و مجال انتشار پیدا نمی‌کنه، وگرنه این آمار و ارقام بسا بیشتر خواهد بود. برنامه آذر ماه چگونه گذشت رو با خروش دانشجو و دانشگاه شروع می‌کنیم. 16 آذر روز دانشجو بود و جوانهای به جان اومده این روز رو تبدیل به فرصتی برای اعتراض کردند و سنگرهای آزادی فریاد آزادی خواهی سر دادند. فریاد مرگ بر دیکتاتور، دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد و میکشم آن که برادرم کشت تنین انداز شد. اعتراضات دانشجویی در آذر به نسبت ماهای قبل 50% افزایش پیدا کرد. دانشجوها در دانشگاه‌های مختلف خواهان برکناری رؤسای منفور دانشگاه‌ها بودند و نسبت به محقق شدن خواسته‌هاشون پافشاری کردند و با گامی که به جلو برداشتند رژیم رو مجبور به عقب نشینی کردند و وزارت علوم مجبور شد در دوره جدید رئیس دانشگاه علامه، صنعتی اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه علوم اقتصادی و رؤسای دانشگاه پیام نور، گیلان و اصفهان رو تغییر بده. تغییر عاملان سرکوب دانشگاه‌ها از جمله فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران و جبل عاملی، رئیس دانشگاه علم و صنعت که سالها در سمت ریاست دانشگاه عامل سرکوب و اختناق بودند، دستاورد بزرگی برای دانشجویان به ویژه اعتراضات 16 آذر امسال بود. وضعیت انفجاری جامعه فقط محدود به دانشگاه نمیشه. جوانان دلیر اهوازی برای نجات رودخانه کارون همچنان به اعتراضشون ادامه دادن و میگفتند ما کارون رو نجات میدیم. خیابانهای قصر شیرین، برازجان و شهرهای دیگه هم شاهد اعتراضات جوانها نسبت به سیاستهای ضد مردمی حاکمیت ولایت فقیه بود. به راستی آذر امسال چگونه گذشت؟ درگیری‌های جوان‌ها با نیروهای سرکوبگر و ارگان‌های حکومتی افزایش پیدا کرد. گوشمالی دادن مأموران سرکوبگر، شکستن شیشه‌های خودروی گشت‌های انتظامی و فراری دادن مزدوران بسیج و نیروهای انتظامی از نمونه‌های فزاینده در ماه آذر بودند. بله، شعله‌های خشم جوان‌های ایرانی حکایت از فوران آتشفشانی داره که تمامیت رژیم رو در بر می‌گیره و لرزه بر اندام اون میاندازه. آذر ماه رو در حالی پشت سر گذاشتیم که سنگرهای آزادی در شهرهای مختلف تکثیر شدند. این بار نه فقط دانشگاه‌ها، بلکه خیابان‌های اهواز شاهد تشکیل زنجیرهای انسانی بودند و کوچه‌های بندرعباس و قصر شیرین و مریوان شنونده فریادهای جوانها علیه رژیم و جنایاتش بودند. میدانهای اصفهان و کردستان که شاهد حضور و اعتراضات مردم علیه سیاستهای ضد مردمی رژیم بودند و سلولهای اوین و قزلحصار که مأمن زندانیان اعتصاب کننده بودند، هر کدام تبدیل به سنگری شدند برای ایستادن در برابر رژیم و رویارویی با حاکمیت ولایت فقیه. بله، واقعیت اینه که با گذشت هر روز زهر اتمی بیشتر در سرابهای نظام پوسیده آخوندی تأثیر میذاره. خشم و اعتراض مردم علیه تمامیت این رژیم بیشتر سرباز میکنه و اعتراضات در هر زمان و هر مکان افزایش پیدا میکنه.